خدا رو دوست داشته باشین، وقت خدا شما رو دوست داشته باشه، این اولین اثرش تو وجود شما اینه که اهل محبت میشی با دیگران. اثرش چه؟ این که خیلی رفیق باز میشی، خیلی مردم دوست میشی، خیلی دوستت میدارن، خیلی رفاقتی عمل میکنی. باید جون بدیم برای هم دیگه. آقا جونم ندادیم برای هم دیگه، دوست داشته باشیم، دلمون تنگ بشه برای دوری هم اشک بریزیم. روز قیامت خدا میفرمه من مریض شدم، چرا یادت من نیومدی؟ میگه خدا یعنی چی شما مریض شدی؟ شما خدایی رب العالمین هستی، فرمان رفیق مؤمنت، مریض شد چرا یادتش نرفتی؟ الان شما باید همه تون به هم دیگه عشق ببرزید. اون تو اصلا رسم نیست ما زیاد به هم محبت کنیم. میدونی هیچ کس رو نباید جلو خودش تعریف کرد، ولی امام صادق علیه السلام فرموده هر کیو دوست داری بهش بگو. این اخلاق شیعه‌گری نیست که ما داریم، همه همجوری عصا قورت داده و سلام. سلام چه؟ فدات بشم. سلام دادی، فقط سلامو که به همه باید بدی. مگه این الان با تو هیئت نبود؟ جونم فدا، عزیز دلم، محبت محبت محبت، دلم تنگ شده برات، باید بیای ببینمت. کجایی میخوام ببینمت؟ دو دقیقه گفتم صحبت کنم صدا تو بشنوم. قضا دادن چقدر سفارش شده. مؤمن سفره داره، با محبت برخورد کنیم. اینجوری ها نیستش که ما داریم رفتار میکنیم. الان تو دبستان یه آزمایش، من دو تا قطره آب رو نزدیک هم میکنم، این دو تا قطره آب نزدیک هم که میشن جاذبه بین مولکولی چی کار میکنه؟ آب اینجوریه دیگه، نوکشون به هم میرسه میپرن تو بغل هم یکی میشن. شهید چمران رضوان الله تعالی علیه اصلا با کسی دست نمیداد، میگن دست میداد بغل میکرد. پیامبر گرامی اسلام به کسی دست میداد دیگه ول نمیکرد، تا احساس میکرد اون مسکی میخواد دستشو بکشه ول میکرد. بابا ما که عددی نیستیم. خدای همه ما رو عاشق هم دیگه بگردان. محبت محبت محبت، یکی از ویژگی های برجسته رزمنده ها همین بود، عاشق هم دیگه می شدن، کاری هم نمی کردن، دق می کردن تو شهادت هم دیگه. میگفتن آقا جبهه یه حال معنوی دیگه ای داره، اون چیزی که خدا وکیلی از حال معنوی جبهه دیدنی بود همین بود، بقیهش تو دل بچه ها بود، تو وصیت نامه هاشون بود، تو مناجاته شبشون بود که سعی میکردن قایم کنن. یحبهم و یحبونه، نتیجه چیه؟ عاشق همدیگه. چقدر سفارش شده مؤمنین همدیگه رو ملاقات کنن. این دست که میدی به همدیگه این گناه میریزه، یکم دیگه نگردار این گناه میریزه. آقا اگه اینجوری باشه که همه پاکن، خب بله دیگه، شما فکر کنید محب به اهل بیت خدا میذاره همه چی روز قیامت براش پاک بکنه؟ هر لحظه داره شفاعت میکنه. پشت هم در بیاید، اهل محبت باشید، دوست داشته باشید هم دیگر. دیگه من آخرشو نمیگم، تو این زمینه پیش بری، تو این زمینه پیش بری، محبت به اهل بیت کولاک میشه. شیعه با این چیزاش دل عالمه.